به نام خدا، با سلام، سارا قزلباش هستم، دکتری فلسفه از تهران. امروز با آموزش فلسفه های اگزیستانس در خدمتتون هستم که فصل یک این آموزش زمینه طرح فلسفه های اگزیستانس هست. مبحث امروز پدیدارشناسی و مبادی اون هستش، که ابتدا به تعریفی از پدیدارشناسی میپردازیم. پدیدارشناسی به معنای شناخت پدیدار و ساختار تجربه هست. یعنی ما در پدیدارشناسی میخوایم ببینیم که به چه نحو سوژه در روند تجربه آگاهانه خودش نسبت به پدیدار شناخت پیدا میکنه. نسبت به ابژه شناخت پدیداری پیدا میکنه. اما با توجه کنیم که مهمترین ساختار شناخت پدیداری یا معرفت ما در روند شناخت پدیداری نسبت به ابژه نگاه التفاتی و قصدی هست. یعنی ما در پدیدارشناسی نسبت به ابژه بیرونی قصدیت داریم، التفات پیدا می کنیم و می خواهیم در روند التفات آگاهانه شناختی نمودی یا پدیداری از اون داشته باشیم. بر این اساس با توجه کنیم که ما در پدیدارشناسی با خود ابژه بیرونی یا امر فی نفسه کاری نداریم، بلکه ما با نمود یا ظهور اون ابژه برای سوژه سر و کار داریم. به خاطر همین هست که در تجربه التفاتی نسبت به ابژه ما اون چیزی که ماحصل شناخت پدیدارشناختی هست پدیداری هست که به مفهوم آگاهی ما در میاد. در روش‌های پدیدارشناسی ما با سه روش اصلی مواجه هستیم: روش هوسرل که توصیف ناب استعلاعی هست، روش هایدگر که روش هرمنوتیک هست، و روش اگزیستانسیال سارت هست. روش هوسرل توصیف ذاتی تجربه هست با اپوخه و تعلیق کردن واقعیت. یعنی ما میخواییم هم به نوعی به خودآگاهی استعلاعی از سوژه دست پیدا کنیم در روند پدیدارشناسی و هم به توصیف ذاتی پدیداری که از ابژه در ذهن سوژه حاصل شده دست پیدا کنیم. اما همه اینها با در پرانتز قرار دادن واقعیت یا اپوخه کردن واقعیت صورت میگیره. یعنی ما به امر واقعی کاری نداریم، بلکه فقط به پدیداری که به ذهن سوژه وارد میشه در روند التفاتی با اون کار داریم و میخوایم به وصف ذاتی اون بپردازیم. پس پیش‌فرض ما این هست که در پدیدارشناسی میتونیم به توصیف ذاتی پدیدار دست پیدا کنیم. اما روش هایدگر در پدیدارشناسی روش هرمنوتیک هست. یعنی هایدگر میگه شما برای اینکه بتونید به پدیدار آگاهی پیدا کنید نمیتونید واقعیت رو اپاخه کنید، بلکه باید واقعیت رو تفسیر کنید. یعنی شما هر تجربه آگاهانه‌ای که نسبت به ابژه بیرونی دارید در زمینه خاصی صورت میگیره که این زمینه زبانشناختی هست، تجربی هست، فرهنگی هست، عینی هست. یعنی شما باید اجازه بدید که ابژه بیرونی، اون متعلق بیرونی خودش رو به شما آشکار کنه و شما واقعیت رو بنابر این زمینه‌ای که در اون تجربه صورت میگیره تفسیر کنید. پس شما به جای تعلیق واقعیت با تفسیر واقعیت سر و کار دارید. بر روش سارت سومین روشی هست که روش اگزیستانسیالیستی هست. یعنی ما با پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی در اینجا سر و کار داریم. از این رو پدیدار در فلسفه سارت وجه اگزیستانسیال داره. یعنی آگاهی ما نسبت به ابژه بیرونی یک آگاهی لنفسه است. یعنی ما سوژه صرفی نداریم که بگیم ما یک ذهنی داریم که این ذهن ما کاملا به طور التفاتی سراغ ابژه بیرونی میره، بلکه سارت میگه سوژه یا من در روند آگاهی پدیدارشناختی هست که اصلا شکل میگیره و وجود اگزیستانسیالش تشکیل میشه. به همین خاطر هست که پدیدار بیرونی در فلسفه سارت وجه اگزیستانسیال داره. چرا؟
چون اصلاً ماهیت اگزیستانسیالیستی آگاهی یا سوژه یا من رو ایجاد میکنه. حالا سراغ انواع پدیدارشناسی میریم. پدیدارشناسی تکوینی که در اون به این میپردازیم که اصلاً معنای پدیدار در ذهن سوژه چطور تکوین پیدا میکنه و چطور شکل میگیره. یعنی بحث ما بیشتر روی اون معنای پدیدارشناختی هست. در پدیدارشناسی هرمنوتیکی که همون روش هایدگر بود که جلوتر بیشتر توضیح میدیم، روش ساختاری استعلاری که روش هوسرل هست، روش اگزیستانسیال که همون پدیدارشناسی سارت هست و پدیدارشناسی طبیعت گرایانه که در اون میگیم اصلاً خود تجربه پدیدارشناختی ما از ابژه بیرونی خودش وجه طبیعی داره. یعنی اینطور نیست که بگیم آگاهی ما یک آگاهی ذهنی هست، بلکه خود آگاهی پدیدارشناختی ما هم یک آگاهی طبیعی هست. یعنی خودش جزئی از طبیعت محسوب میشه، نه تنها ابژه جزئی از طبیعته، بلکه ذهن آگاهی ما هم جزئی از طبیعت محسوب میشه. حالا روش هوسرل رو بیشتر توضیح میدیم. در پدیدارشناسی هوسرل با مفاهیمی چون نوئما و نوئسیس مواجه هستیم. نوئما روند پدیدارشناختی روانشناسانه در شناخت ابژه بیرونیه. یعنی چی؟ یعنی نوئما اون روند تجربی آگاهانه هست که در اون ما به نحو التفاتی میخوایم پدیدار حاصل از ابژه رو در ذهن سوژه به نحو استعلایی شناسایی کنیم. یعنی چی به نحو استعلایی؟ یعنی ما در روند خودآگاهی ذاتی که نسبت به سوژه و ذهن خودمون پیدا می‌کنیم، حالا به یک توصیف ذاتی از ابژه هم دست پیدا می‌کنیم. یعنی در پدیدارشناسی هم خودآگاهی ذاتی پیدا می‌کنیم و هم به یک وصف ذاتی از ابژه دست پیدا می‌کنیم. حالا در این روند نوئما اون چیزی که حاصل میشه، اون معنا و مفهومی که از پدیدار در ذهن سوژه شکل میگیره بهش میگیم نوئسیس. پس نوئسیس محصول نوئما در واقع هستش که حاصل روند تجربی آگاهانه و روانشناختی نوئما هست. از این رو پدیدارشناسی در روش هوسرل روش فهم و معنای ابژه هست. یعنی شما در پدیدارشناسی میخواید به یک فهمی از ابژه دست پیدا کنید. معنایی که این معنا پدیدارشناختی هست در ذهن سوژه ایجاد کنید. این معنا وجه پدیدارشناختی داره. یعنی چی؟ یعنی ماحصل این روند التفاتی آگاهی نسبت به ابژه چی هستش؟ همین معنا و فهمی هست که در ذهن سوژه شکل میگیره و این معنا گفتیم معنای ذاتی هست که بهش گفتیم نوئسیس. همه این روند التفاتی آگاهی با تعلیق واقعیت امکان پذیر هست. یعنی شما با امر واقعی بیرونی کاری ندارید، بلکه فقط با اون پدیداری کار دارید که در شکل یک معنا و فهم در ذهن سوژه استعلایی شکل گرفته. یعنی چی سوژه استعلایی؟ یعنی سوژه‌ای که به یک خودآگاهی استعلایی از خودش دست پیدا کرده. روش بعدی روش هایدگر هست که هایدگر به مفهومی با عنوان در جهان بودگی تجربه اشاره داره. در جهان بودگی تجربه به این موضوع میپردازه که تجربه آگاهانه من از ابژه در یک فضای ذهنی استعلایی صورت نمیگیره. یعنی من نمیتونم واقعیت رو اپوخه کنم بذارم کنار و خودم کاملا به طور ذهنی و سوبژکتیویته بیام و به یک شناختی از ابژه دست پیدا کنم، بلکه من باید بدونم که همونطور که من در جهان هستم، ابژه هم در جهان هست. یعنی من نمیتونم کاملا ذهنی با ابژه برخورد کنم و به یک معنا و فهمی ازش دست پیدا کنم، بلکه فهم من از جهان بیرونی و از ابژه بیرونی کاملا در یک زمینه خاصی صورت میگیره، در متن خود زندگی و در متن تجربه صورت میگیره. به خاطر همین که هست که هایدگر میگه باید در پدیدارشناسی اجازه بدیم که اشیا خودشون رو به ما آشکار کنن، نه اینکه من کاملا یه طرفه و به صورت التفاتی سراغشون برم. از این رو ارتباط و من اشیا خیلی مهمه.
چرا؟ مثلا همون کاربردی که اشیا برای من دارن، همون که من در زندگی با اشیا چطوری سر و کار دارم، همین ارتباط من با اشیا در واقع معنا و مفهوم اونها رو برای من ایجاد میکنه و به نوعی شناخت پدیداری از اونها برای من حاصل میکنه. پس معنای اشیا در زمینه خود زندگی و در جهان بودگی و من و اشیا هست که ایجاد میشه. از این رو در فلسفه هایدگر به جای تعلیق واقعیت با تفسیر واقعیت سر و کار داریم. یعنی اینطور نیست که شما واقعیت رو بذارید کنار، حالا بخواید که به یک معنای ذاتی از پدیدار بیرونی دست پیدا کنید، بلکه پدیداری که از ابژه بیرونی برای شما حاصل میشه در روند تفسیری که شما از واقعیت دارید در زندگی واقعی، در ارتباط با اشیا و در اون پیش زمینه‌ای که حالا از اشیا یا اون پیش فهمی که از اشیا برای شما حاصل شده هست که شما میتونید به شناخت پدیداری دست پیدا کنید. پس روند شناخت پدیداری جهان عینی و جهان واقعی کاملا ذهنی و سوبژکتیویته نیست، التفاتی نیست، بلکه تفسیری و هرمنوتیکی هست. به خاطر همین هستش که روش هایدگر روش هرمنوتیکی محسوب میشه. اما روش سارت که روش اگزیستانسیالیستی هست و در واقع شما بیشترین ارتباط بین پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم رو در فلسفه سارت مشاهده می کنید. به این معنا که ما در فلسفه سارت مفهومی داریم به نام امر فی نفسه. امر فی نفسه همون امر عینی بیرونی هست که متعلق آگاهی سوژه محسوب میشه. اما باید توجه کنیم که در فلسفه سارت آگاهی ما یک امر لنفس است. یعنی ما چیزی به نام سوژه یا من فی نفسه در فلسفه سارت نداریم. سوژه یا من و وجه آگاهانه سوژه امر مستقل و فی نفسه ای نیست، بلکه در روند پدیدارشناختی و روند آگاهانه من نسبت به امر فی نفسه در واقع ایجاد میشه سوژه. یعنی ماهیت یا وجود اگزیستانسیال من یا وجه اگزیستانس من در روند آگاهی من نسبت به پدیدار هست که شکل میگیره. پس من آگاهی فی نفسه و آگاهی بدون پدیدار، آگاهی فی نفسه ندارم، خودآگاهی محض ندارم، بلکه آگاهی من همیشه وجه التفاتی داره، همیشه معطوف به واقعیت و معطوف به پدیدار هست. به خاطر همین هست که در فلسفه سارت پدیدار وجه اگزیستانسیال داره. چرا؟ چون اصلا ماهیت اگزیستانسیال من رو یا سوژه رو ایجاد میکنه. از این رو انتخاب آگاهانه من خیلی مهمه. یعنی مهمه که آگاهی من معطوف به چه پدیداری هست. چرا؟ چون در روند همین آگاهی پدیداری هست که معانی و ارزش‌ها و مفاهیم شکل می‌گیرند. از این رو همین مفاهیمی که شکل می‌گیرند و ماحصل این آگاهی پدیداری هستند، اگزیستانس من رو یا ماهیت سوژه یا من رو ایجاد می‌کنند. پس می‌بینیم که ارتباط اگزیستانسیالیسم با پدیدارشناسی در فلسفه سارت خیلی مهم هست و خیلی ارتباط تنگاتنگیه. اصلا وجه پدیدارشناختی آگاهی هست که گفتیم ماهیت یا هویت سوژه یا من رو ایجاد میکنه و تشکیل میده و وجه اگزیستانس من رو در واقع ایجاد میکنه و بنا میکنه. از این رو ما میبینیم که در روش سارت ارتباط بین اگزیستانسیالیسم با پدیدارشناسی بیشتر آشکار میشه و این نگاه های در واقع معطوف به وجود که در پدیدارشناسی هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره. مبحث بعدی ما فلسفه حیات و مبادی اون هستش. ابتدا باید به تعریفی از فلسفه حیات بپردازیم. و اینکه اصلا ببینیم در فلسفه حیات قراره با چه مسائل فلسفی مواجه باشیم. در فلسفه حیات
به مسائلی همچون معنای زندگی و وضعیت وجودی انسان پرداخته میشه. احیای ارزش‌های غیرمادی و معنوی و بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی علم و تکنولوژی. اصلاً فلسفه حیات در ابتدای قرن بیستم در مواجهه با نگاه‌های پوزیتیویستی به مسائل انسانی صورت می‌گیرد. چون همونطور که می‌دونیم در پوزیتیویسم بیشتر مباحث مربوط به علوم انسانی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، دین، مابعد طبیعه و حتی فلسفه داره کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون به لحاظ تجربی و عینی قابل اثبات و تایید پذیری یا اثبات پذیری نیستند. به خاطر همین اصلا چون میگن اینها از واقعیت چیزی نمیگن، اونها رو میذارن کنار. اما در فلسفه حیات مثل نگاه های رومانتیسم نو یا نگاه های رومانتیک جدیدی که حالا به مسائل انسانی وجود داره، میخوایم به این بپردازیم که آیا ما میتونیم مباحث انسانی رو به خاطر اینکه به لحاظ علمی و پوزیتیویستی در واقع از واقعیت چیزی رو بیان نمیکنن کنار بذاریم؟ در حالی که اگر ما نگاهمون به زندگی و واقعیت طور دیگه‌ای باشه، اون وقت میتونیم بسیاری از مسائل وجودی یا حتی اگزیستانسیال انسان رو مورد بحث قرار بدیم، از جمله معنای زندگی بشر، اینکه اصلا زندگی در معنای واقعی خودش چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ سوبژکتیویسته اصلا چرا وجود داره، چه معنایی داره، آیا ما همه مفاهیمی که از حیات داریم رو میتونیم به لحاظ علمی در واقع مورد شناسایی قرار بدیم؟ و اینکه آیا زندگی وجودی انسان صرفاً به لحاظ علمی و تکنولوژیک میتونه مورد بحث و شناخت قرار بگیره؟ آیا همه ارزش‌ها و مفاهیم و معانی که در زندگی انسان هستن صرفاً همون ارزش‌ها و مفاهیمی هستن که در نگاه علمی وجود داره؟ یا اینکه ما با مفاهیم و معانی غیر مادی هم در زندگی انسان مواجه هستیم که در فلسفه حیات میخواییم به احیای اونها بپردازیم؟ و در ضمن این مباحث میخواییم ببینیم که نگاه صرف علمی و تکنولوژی که حاصل اون مدرنیته موجود در قرن 19 و قرن 20 هست چه پیامدهایی در زندگی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی انسان داشته و در واقع چه مسائل و موضوعاتی در زندگی وجودی و ماهوی انسان رو نادیده گرفته. از جمله نظریه پردازان و فلاسفه موجود در فلسفه حیات ویلهلم دیلتای، هانری برگسون و جورج زیمل هستند. ویلهلم دیلتای در فلسفه خودش به مفاهیمی همچون تجربه زیسته و فهم زندگی می‌پردازد. فهم زندگی در واقع به این معنی هست که زندگی خودش دارای معنا و فهم و ذاتی هست که ما باید با تجربه خود زندگی به اون فهم عینی دست پیدا کنیم. اما این تجربه زیسته یا تجربه خود زندگی که در تجلیات انسانی اون در واقع حاصل میشه، که این تجلیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هستند، هم در تجربه زندگی خود من هست که قابل شناخت هست و هم در تجربه زندگی دیگری هست که باید به اون بپردازیم. در واقع فهم زندگی یک فهم عینی هست که دارای معنا و مفهوم واحد عینی هست و ما باید در شناخت تجربی از زندگی انسانی به معنای کلی به این فهم از زندگی دست پیدا کنیم. در فلسفه هانری برگسون با مفاهیمی چون دین سکون و دین حرکت و نیز شهود زیبایی شناسانه یا زیبایی شناختی مواجه هستیم. در واقع برگسون معتقده که تنها شناخت واقعی از زندگی و حیات شهود هست، که این شهود به نحوی نوعی شناخت غریزی و فطری هست که وجه زیبایی شناسانه داره و در این شهود
که معطوف به زندگی و حیات هست به نحوی انسان با حیات به اتحاد و یگانگی میرسه و این شهود هست که ما رو به دین واقعی یا دین حرکت به اصطلاح در واقع میرسونه و منجر میشه. به خاطر همین هست که برگسون معتقده دین دو نحو سکون و حرکت داره، که دین و سکون همین دین تاریخی هست که میبینیم و دین واقعی در واقع محسوب نمیشه، بهش میگه دین طبیعی که در روند زندگی طبیعی و تاریخی شکل میگیره. اما دین حقیقی دین حرکت هست که به نوعی به ما نوعی قوه شناخت اشراقی و واقعی از حیات رو برامون حاصل میکنه و باعث میشه که ما به مبدأ حیات یا حالا خدا شناخت حقیقی پیدا کنیم، که در واقع به نوعی متحد شدن با حیات یا شناخت واقعی حیات محسوب میشه. و بعد جورج زیمل هست که در فلسفه جورج زیمل با مفاهیمی همچون دوگانگی انسان و طبیعت و دوگانگی فرد و جامعه مواجه هستیم. زیمل معتقد هست که اگر زندگی رو به معنای واقعیت در نظر بگیریم، اون محتوای زندگی در نظر بگیریم، انسان‌ها در ارتباط با زندگی صورت‌های مختلفی رو برای زندگی ایجاد می‌کنند. به خاطر همین هست که هم صورت زندگی که در تجلیات بین ارتباطات مختلف انسان با طبیعت و انسان با زندگی شکل می‌گیره، هم این صورت‌ها نسبی هستند و هم محتوای خود زندگی نسبی هست، ما همواره بین اینها دوگانگی رو مشاهده می‌کنیم. در واقع هم صورت‌ها هستند که دارای تفاوت‌های نسبی هستند و هم محتوای خود زندگی هست که دارای تفاوت‌های نسبیت‌هایی هست، که اینها همواره در نوعی دوگانگی و روند دیالکتیکی به سر می‌برند و همچنین دوگانگی فرد و جامعه، یعنی انسان به خاطر نوع ارتباطاتی که داره با افراد دیگه همیشه تشکیل جوامع مختلفی رو میده و تجلیات مختلفی از حیات رو در واقع شکل میده، که این به خاطر اینکه نیازهای خودش رو در واقع بتونه که ارضا کنه. از طرفی به خاطر آزادی درونی که داره همیشه در نوعی استقلال از جامعه قرار داره و این باعث دوگانگی همیشگی بین فرد و جامعه میشه که جلوتر بیشتر توضیح میدیم. در فلسفه حیات با مسئله وضعیت انسان مواجه هستیم. یعنی مباحث ما این هستش که همواره بین آنچه که هست، یعنی وضعیت موجود انسان، و آنچه که باید باشد، یعنی ماهیتی که انسان به لحاظ حقیقی و ذاتی داره، تفاوت باید قائل باشیم و بین اینها همواره تقابل وجود داره. یعنی ما باید از وضعیت موجود به وضعیتی که باید انسان در آن قرار بگیره دست پیدا کنیم و اصلا معنای حیات زندگی انسان وقتی که به این وضعیت ماهوی خودش دست پیدا کنه. در این رابطه با مفاهیم مثل آزادی، انتخاب و مسئولیت پذیری مواجه هستیم. یعنی انسان با انتخاب‌های آزاد خودش هست که باید به وضعیتی که وضعیت ایدئالش هست دست پیدا کنه. برای اینکه به این وضعیت ایدئال دست پیدا کنه، باید ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی خودش رو کشف کنه. یعنی معیارهای اخلاقی دارای ذات و ماهیتی هستن که انسان باید به اونها تحقق ببخشه تا به ایدئال حیاتی خودش دست پیدا کنه. در روند چنین شناخت انسانی نسبت به حیات با مسائل وجودی انسان مثل پرتاب شدگی، یعنی که اصلا انسان در واقعیت این زندگی وجود داره، اینکه بدونیم اصلا انسان چرا به وجود اومده، هدف و غایت زندگی وجودی انسان در جهان چی هستش، با مخمسه وجودی انسان مواجهیم، یعنی از خود بیگانگی، احساس ترس و گناه در زندگی انسان، مسئولیت پذیری و شناخت هویت انسان در واقع مواجه هستیم. اینا مسائلی هستند که در فلسفه حیات بهش پرداخته میشه و گفتیم مهمتر از همه پرسش از معنا و هدف زندگیه، که اینکه اصلا زندگی و حیات در معنای اصیل خودش زندگی و حیات انسان هست. باید بدونیم که اصلا حیات چه معنایی داره، زندگی چه معنایی داره و جایگاه انسان در این زندگی چی هستش. پاسخهای مختلفی به این وضعیت وجودی انسان داده شده.
از جمله رویکردهایی که در واکنش به این مسئله وجود داشته، رویکرد نیهیلیسم بوده، یعنی بی‌معنایی زندگی و فقدان ارزش‌ها و هنجارمندی. در واقع بیشتر نگاه های نیهیلیستی منشأشون این هستش که ما هیچ ذات و معنایی برای زندگی انسان و حتی برای خود انسان قائل نیستیم، یعنی هیچ ارزش و هنجار ذاتی اخلاقی یا حتی دینی برای زندگی انسان وجود نداره که ما بگیم که انسان برای اون باید زندگی کنه، بلکه همه چیز در نوعی عدم و نیستی قرار داره و ارزش ها صرفا اون انتخاب های انسان در اون وضعیت نسبی خودش محسوب میشه. اما در نگاه زادمندی در تقابل با نیهیلیسم میبینیم که اتفاقا ما برای زندگی و برای خود انسان و ماهیتش معنا و ارزش ذاتی قائل هستیم. از این رو باید به جستجوی این معنای ذاتی بپردازیم. حالا باید ببینیم که این معنای ذاتی انسان آیا صرفا ماهیت اخلاقی داره یا معنای دینی داره، یا اینکه نه کاملا انتخاب های انسان هستند که حالا در وجه زبان شناختی یا در وجه فرهنگی در وجه در واقع وجودی خودشون در واقع منجر به شناخت ذاتی ارزش های زندگی میشن. و بعد هم مهمترین واکنش به این مسئله وجودی انسان اگزیستانسیالیسم هست. در واقع ما در اگزیستانسیالیسم هست که میخواییم ببینیم که چه واکنش ها و چه پاسخ هایی میتونی به مسائل وجودی انسان در ارتباطش با حیات و واقعیت در واقع ارائه کنیم. حالا اگزیستانسیالیسم دو حالت دینی و غیر دینی داره. در اگزیستانسیالیسم دینی با وجه اگزیستانسیال الهی یا ایمان اگزیستانسیال برای انسان قائل هستیم. در واقع میگیم وجود اگزیستانسیال یا وجود حقیقی انسان وقتی تحقق پیدا میکنه که دارای ایمان دینی باشه، یعنی وقتی اون وجه اگزیستانسیال الهی یا خداگونه انسان تحقق پیدا کنه میتونی بگیم که زندگی حقیقی انسان هم شکل گرفته یا به معنای حقیقی یا به اون ذات حقیقی خودش دست پیدا کرده و در واقع اون معنای زندگی رو هم تونسته کشف کنه. اما در اگزیستانسیالیسم دینی که همون بیشتر نگاه سارت هست، ما آگاهی و انتخاب اگزیستانسیال رو مد نظر قرار میدیم. یعنی میگیم همین که شما بتونید انتخابهای آگاهانه داشته باشید در روند شناخت خودتون از واقعیت و همطور خودآگاهی محضی که به وجه اگزیستانس داری، اون وقت هستش که به معنای حقیقی زندگی و ارزش‌های زندگی و ارزش‌های انسان در وجه اگزیستانسیال تونستین دست پیدا کنید. حالا در فلسفه حیات به معنای خاص خودش بیشتر نگاه‌های که وجود داره و نظریاتی که وجود داره گفتیم که بیشتر در فلسفه دیلتای هستش که باش مواجهیم و فلسفه زیمل و فلسفه برگسون. در فلسفه دیلتای با مفاهیم مثل تجربه زیسته، تقابل علوم انسانی با علوم طبیعی، هرمنوتیک در علوم انسانی، مفهوم تاریخ‌مندی و فهم تأویلی حیات دیگر را مواجهیم. در تجربه زیسته گفتیم که اصلاً حیات و زندگی در واقع دارای یک فهم عینی است. که این فهم عینی یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که شما فقط بگید که در علوم طبیعی و علوم تجربی هستن که دارای عینیت هستن، بلکه علوم انسانی هم دارای یک فهم عینی هستن، دارای یک معنای واحد عینی هستن. در تجربه زیسته خودمون و در تجربه زیسته دیگران میتونیم به اون فهم عینی یا عینیت فهم به طور مشترک دست پیدا کنیم. در واقع پیش‌فرض دیلتای این هستش که ما میتونیم به یک هویت عینی از زندگی انسان دست پیدا کنیم که این هویت رو در تجلیات انسانی، در تجلیات تاریخی و فرهنگی انسان میتونیم در واقع مورد شناسایی قرار بدیم. پس تجربه حیات یا فهم حیات در فهم تجربه زیسته خودمون و دیگران حاصل میشه. پس پیش‌فرض دیلتای برای چنین فهمی این هستش که علوم انسانی جدا از علوم طبیعی قابل فهم است، که این فهم در هرمنوتیک علوم انسانی شکل میگیره. یعنی چی هرمنوتیک؟ یعنی در تفسیر تجلیات مختلف زندگی انسان، مثل رفتارها، مثل متون، مثل نهادهای اجتماعی و فرهنگی هستش که ما میتونیم به اون شناختی از تجربه زیسته دست پیدا کنیم. به همین خاطر میبینیم که
مفهوم تاریخمندی در فلسفه دیلتای مهمه، یعنی ما باید بتونیم به یک شناخت تاریخی و همچنین فراتاریخی از زندگی انسان دست پیدا کنیم. یعنی ما نه تنها باید به تجربه زیسته خودمون توجه داشته باشیم و شناخت پیدا کنیم، بلکه باید بتونیم به فهم تحویلی حیات دیگران هم دست پیدا کنیم. اما برای اینکه به این شناخت برسیم، باید به نوعی فرایندهای ذهنی اظهار و تجربه معنا در فهم دیگری رو هم بتونیم به این درک دست پیدا کنیم. یعنی بتونیم فرایندهای ذهنی دیگران رو هم مورد شناسایی قرار بدیم، زمینه‌های واقعی زندگی اونها رو بشناسیم و همینطور سیستم ها و نظام های فرهنگی و اجتماعی که منجر به اون تجلیات انسانی شده رو هم مورد شناسایی قرار بدیم، هم در متن تاریخی و هم در متن فرهنگی و اجتماعی و روانشناختی، تا بتونیم تجربه زیسته خودمون و دیگران رو مورد شناسایی قرار بدیم و در نهایت به نوعی اون فهم عینی و مشترک از حیات و زندگی رو مورد شناسایی قرار بدیم. فلسفه برگسون گفتیم با مفهوم شهود زیبای شناختی مواجه هستیم. گفتیم شهود زیبای شناختی تنها راه شناخت حقیقی حیات هست. در واقع شهود معطوف به زندگی هست و هدف از این شهود زیبای شناختی اتحاد با حیات هست. در شهود زیبای شناختی ما به نوعی به یک قوه اشراق دست پیدا می کنیم، به دانشی دست پیدا می کنیم که این دانش نوعی عقلانیت رو در ما ایجاد می کنه که در نهایت منجر به شناخت مبدأ حیات میشه، یا چیزی که بهش میگیم خدا، چیزی که خود حیات هست و ما از طریق این شهود در واقع به اون حیات دست پیدا می کنیم. این شهود هست که منجر به دین حرکت در ما میشه، دین حقیقی، دینی که در اون به طور عینی و به طور اتحادی ما با خود حیات به یک اشتراک و اتحاد وجودی دست پیدا می کنیم که این فرق داره با این دین سکون یا طبیعی که ما در ادیان و مذاهب و در اسطوره های دینی می بینیم که برامون مورد شناسایی قرار گرفته. یعنی این دین سکون یا طبیعی دین عقلانی نیست، دین تاریخی هست که حال ما به اقتضاء تاریخ و به اقتضاء اون شناخت های غیر شهودیمون بهش دست پیدا کردیم. از این رو میبینیم که برگسون میگه که شما از طریق همین شهود، که در واقع این شهود نوعی استمرار وجودی ما هست، استمرار آگاهانه و شهودی ما از حیات و زندگی هست و در اون ما به طور آزادانه و به طور وجودی با حیات یگانه میشیم، از طریق همین استمرار شهودی هست که ما به حیات واقعی دست پیدا میکنیم، به خود محض یا خود واقعیمون دست پیدا میکنیم و از این رو در روند همین شهود زیبای شناختی هست که با مفهوم تحول خلاق در فلسفه برگسون مواجه میشیم. در تحول خلاق برگسون میخواد بگه که تحول یا تکامل در حیات یا در واقعیت صرفاً اون چیزی نیست که داروین گفته و صرفاً تنازع بقا نیست و در حیات مادی نیست، بلکه اتفاقاً این تحول تحول وجودی، شهودی و درونی هست. یعنی ابتدا تحول فقط در نباتات بوده، اما بعد وارد زندگی عقلانی شده، وارد زندگی شهودی شده که در تجلیات انسانی خودش رو نشون داده. یعنی حالا میبینیم که تحول حیاتی به طور آزادانه داره جلو میره، به طور شهودی داره جلو میره، در یک ارتباط وجودی و شهودی و خلاقانه با حیات هست که تحول و تکامل در واقع داره به پیش میره. از این رو میبینیم که برگسون زمان رو هم جدای از اون زمان ریاضی و مکانی که داریم زمان شهودی میدونه، یعنی زمان حقیقی رو زمان شهودی میدونه. یعنی میگه حیات و زمان استمرار وجودی و استمرار حقیقی حیات در روند همین شهود خلاقانه و شهود درونی و ارتباط و اتحاد و یگانگی با حیات هست که در واقع ایجاد میشه و در واقع تحقق پیدا میکنه. پس در فلسفه برگسون به این میپردازیم که حیات حقیقی در همون تحول خلاقانه هست که شکل میگیره و این تحول و تکامل خلاقانه در زیبای شناختی و در روند حقیقی این شهود هست که شکل میگیره و در قالب دین حرکت خودش رو نشون میده که همون ارتباط و یگانگی با مبدأ حیات یا خدا هست. و بعد هم اندیشه های جورج زیمل رو داریم. میبینیم که
با مفهوم اندیشه ساماندهنده جهان، دوگانگی انسان و طبیعت، دوگانگی فرد و اجتماع و تمایز میان صورت و محتوا مواجه هستیم. گفتیم محتوا همون خود زندگی هست و صورت تجلیات انسانی این محتواست. یعنی انسان‌ها در ارتباطات مختلفی که با دیگری دارن و اجتماعاتی که شکل دادن، صورت‌های مختلفی رو به این محتوا یا زندگی دادن که گفتیم هم این صورت نسبی هست و همین محتوا. انسان با وجود اینکه صورت‌های مختلفی به این زندگی داده، اما هیچ فرق به رضایت کافی و به رضایت کامل نمی‌رسه. یعنی هیچ صورت و تجلی قطعی کاملی در روند تاریخی اجتماعی زندگی انسان و در واقع حضورش در این زندگی یا این محتوا، هیچ صورت کاملی وجود نداره. همواره در روند دیالکتیکی قرار داره ارتباط بین انسان و زندگی و انسان و اجتماع و انسان و طبیعت. چرا؟ چون هیچ وقت انسان به اون قطعیت سوری در روند زندگی اجتماعش دست پیدا نمی‌کنه. هیچ وقت آزادی انسان به انتها نمی‌رسه. انسان درسته که همیشه برای رفع نیازهاش در ارتباط با دیگری قرار گرفته و تجلیات مختلفی به زندگی اجتماعش داده، اما هیچ وقت این روند تشکل‌های اجتماعی و یا این صورت‌های مختلف زندگیش هیچ وقت نوع قطعی و کافی پیدا نکرده. همیشه نیازهای انسان شکل‌های متفاوتی به خودش گرفته و انسان نیازمند پاسخ‌های دیگری برای مسائلش بوده، چون مسائلش همیشه تغییر کردن. به خاطر همین میبینیم که زندگی اجتماعی انسان مدام در حال تغییر هست، محتوای زندگی مدام در حال تغییر هست و ما به خاطر همین هیچ وقت محتوای قطعی برای زندگی انسان نمیتونیم تعیین کنیم. پس اندیشه ساماندهنده جهان و زندگی که در واقع در تجلیات زندگی اجتماعی انسان خودشو نشون میده، هیچ وقت حالت قطعی به خودش نمیگیره و همیشه قابل تغییر هست. پس حیات در زندگی اجتماعی انسان و در صورت‌های مختلفی که انسان برای این محتوا یا این حیات و این زندگی قائل شده خودشو نشون میده، اما همواره روند دیالکتیکی داره. یعنی ما با دوگانگی بین صورت و محتوا مواجه هستیم. همیشه این صورت خودش رو نقص کرده و صورت جدیدی برای خودش ایجاد کرده و محتوا رو در اشکال و صورت‌های مختلفی نمایان ساخته. رسیدیم به درس پراگماتیسم و مبادی اون. ابتدا به تعریفی از پراگماتیسم می‌پردازیم. پراگماتیسم یا عملگرایی از پراگما گرفته شده. پراگما به معنای کنش یا عمل هست که در پراگماتیسم تاکید بر کاربرد به جای اثبات، یعنی برخلاف پوزیتیویسم که اعتقاد داره شما باید هر گزاره‌ای رو از طریق مطابقتش با واقعیت اثبات کنید، در پراگماتیسم میگیم باید دید گزاره‌ها و مفاهیم و تصورات ما چه کارکردی دارن، منجر به چه کنش مفیدی میشن در زندگی، از جمله در زندگی علمی. بعد بر اساس اون شما میتونید که مفاهیم و باورها رو در مورد شناخت قرار بدید. یعنی اگر باور یا مفهوم یا تصوری کارکردی در زندگی ما نداشته باشه، اثر مفیدی نداشته باشه، قابل شناخت و قابل بررسی و قابل اثبات هم نیست. پس اصلا ما با اثبات کار نداریم، ما با کاربرد و کارکرد کار داریم. از این رو معیار حقیقت و اثبات پذیری، حالا به اصطلاح میشه سودمندی و نتیجه. یعنی ما به جای مطابقت با واقعیت باید ببینیم منجر به چه کنش سودمندی میشن باورهای ما. از جمله مهمترین فیلسوفان پراگماتیسم چارلز سندرز پیرز، ویلیام جیمز و جان دیوی هست. پیرز نظریاتی داره از جمله قاعده عملگرایی یا اصل پراگما و وضوح ادراک که معتقد طبق این اصل شما اگر میخواید ببینید ادراک شما تا چقدر قابل شناخت هست و وضوح شناختی داره، صرفا نمیتونید مثل دکارت بگید باید واضح و متمایز باشه. یعنی در عین اینکه واضح و متمایز هم باید باشه به طور ذهنی، باید که طبق قاعده عملگرایی دارای فواید عملی و کاربردی هم باشه. یعنی به همون میزان که وضوح ذهنی داره، وضوح شناختی داره، باید در عمل هم آثار خودش رو نشون بده، دارای عمل کرده مفید باشه، منجر به شناخت کاربردی بشه برای شما. جیمز نظریه اثر به مثابه واقعیت و نسبیت حقیقت رو بیان می‌کنه که بر اساس اون شما اگه می‌خواید ببینید چیزی واقعی هست یا نه،
ببینید چه آثاری رو برای شما داره. یعنی شما از هر چیزی که تصویر ذهنی ازش دارید باید ببینید اون، اگه میخواید به شناختی از اون امر برسید، باید ببینید چه اثری بر روی زندگی شما داره، چه اثری بر روی شناخت شما داره. آثار اون هستن، آثار هر واقعیت، هر امر واقعی، هر ابژه‌ای به شما میگه که در واقع چقدر قابل شناخته و چقدر حقیقت محسوب میشه. از این رو ما حقیقت مطلق نداریم. حقیقت اون چیزیه که اثرگذار هست و فایده من هست در زندگی، کاربرد داره. از جمله مثلا نظریات علمی، تا جایی که برای ما کاربرد دارن، اثرگذار هستن و مسائل ما رو حل میکنن، حقیقت دارن. اما همین که طبق دگرگونی که در زندگی هست، زندگی وجود داره، اگر مسائل ما تغییر کردن و بنابراین نظریات جدیدتر و مفیدتر و دارای اثرگذارتر دیگه جاشونو گرفت، پس حقیقت هم تغییر میکنه. چرا؟ چون پاسخهای ما به اون مسائل تغییر میکنه.